خدمتتون عرض کنم که وضعیت دردناکی که مردم فلسطین این روزها درش به سر میبرن، اونچه که در غزه گذشته و بیش از 41 هزار نفر به قتل رسیدن توسط ارتش اسرائیل و سیاست‌های آقای نتانیاهو، متاسفانه نتیجه یک سیر تاریخی سیاست اسرائیل و از سوی دیگه ایران. چرا اسرائیل؟ برای اینکه اسرائیل از زمان قتل آقای رابین به بعد، حزب لیکود اصل رو بر این گذاشت که باید مسئله فلسطین حذف بشه. یعنی چیزی به اسم فلسطین وجود نداره، چیزی به اسم ملت فلسطین وجود نداره و باید آروم آروم کاری کرد که دیگه اسرائیل بتونه در کلیه مرزهاش که غزه هم جز بشه، کناره باختری هم جز بشه، حتی از دید بعضیاشون جنوب لبنان، بخشی از سوریه، بخشی از اردن جز بشه، اسرائیل بتونه ادامه حیات بده. آقای نتانیاهو هرگز و حزبش هرگز قبول نکردن ملت اسرائیل، ملت فلسطینی وجود داره و قبول نکردن که راه حل سازمان ملل یعنی دو دولت برای دو ملت به اجرا گذاشته بشه. پس اون چی که در ذهنیت اسرائیل و حزب لیکود و آقای نتانیاهو بوده و طی این سالهای 20 سال اخیر اجرا کردن، به قول خودشون راه حل نهایی، راه حل نهایی که هیتلر میخواست درباره یهودیان با کشتار هولناکی که انجام داده بود و واقعا بشریت زجر میکشه از این کشتار، همین رو در مورد راحل فینال یا راحل نهایی برای مسئله فلسطین از دید اینها این بود که فلسطینی ها از اون خاک برن بیرون یا نابود بشن و اون خاک تصرفش به دست اسرائیل، و میبینیم که این سیاست رو ادامه داده. شما اگر دقت کنید به نقشه کشور فلسطین طبق سازمان ملل و اعلامیه‌های مهم سازمان ملل، میبینید که از دهه 70 رو نگاه بکنیم تا امروز، میبینیم عملا چیزی باقی نمود. این راه حلی است که حزب لیکود و آقای نتانیاهو پیش برد. در مقابل راحلی هستش که جمهوری اسلامی پیش برده، یعنی سیاست استراتژیک خودش رو پشت سر دفاع از ملت فلسطین قائم کرد و اون چیزی که هلال شیعه خونده می شد، یعنی از به اصطلاح پاکستان و جنوب عربستان و یمن و عراق و سوریه و لبنان یک همبستگی ایجاد بکنه حول محوریت سیاست ایران، این رو انجام داد. خب یعنی سیاست جمهوری اسلام دفاع از حقوق نبوده، بلکه نمیتونه عملا چه شکلی میتونه از حقوق ملت فلسطین دفاع کنه در صورتی که حقوق ملت خودش رو زیر پا میگذاره. یک سیاستی بوده که برای تضمین ثباتش، ثباتی که در اصل در بحران و جنگ به وجود میاد. ما گروگانگیری صفت آمریکا رو داشتیم، جنگ 8 ساله رو داشتیم، بحران هسته‌ای رو داشتیم و داریم، و این مسئله دخالت‌های ایران در منطقه برای توجیه موجودیت خودش. این دو سیاست در تضعیف کردن ملت فلسطین عملاً با هم همراهی داشتن. یعنی سیاستی که جمهوری اسلامی پیش برده در عمل خواسته های همراهی داره به خواسته های آقای نتانیاهو. البته در ظاهر سیاست برخورده به دو کشور. آقای نتانیاهو اعلام میکنه که جمهوری اسلامی خطر حیاتی برای اسرائیل داره، اسرائیلی که 200 بمب اتمی داره، و کمک های شبانه روزانه آمریکا در اختیارشه، بیشترین کمک رو از آمریکایی‌ها میگیره و
با این حال آقای نتانیاهو نیاز داره. حتی وقتی سرکوب میکنه فلسطینی‌ها رو، میگه اینها عاملان جمهوری اسلامی هستن، یعنی فلسطینی‌ها رو به خاطر فلسطینی بودن، نمیگه من میخوام من دارم سرکوب میکنم که در اصل خواستش اینه، بلکه فلسطینی‌ها رو مربوط میکنه، حماس رو مربوط میکنه، حزب الله لبنان رو مربوط میکنه کاملا، و میگه اینها چون عوامل جمهوری اسلامی هستند و در محور شرارت جمهوری اسلامی قرار گرفتن، من باید اینها رو سرکوب بکنم. و دقیقا حتی به غرب میگه ما داریم از به اصطلاح انسانیت دفاع میکنیم، و اگر ما نباشیم که در خط مقدم جبهه هستیم علیه محور شرارت ایران، غرب وضعیتش بد میشه. و در این حال بمب هر روز میریزه بر سر مردم فلسطین، بمب میریزه بر سر مردم لبنان، و برای اینکه به اون چیزی که میخواد برسه در اصل، که همون راه حل نهایی، یعنی پایان دادن به چیزی به اسم ملت فلسطین، که این بره توی تاریخ فراموش بشه و دیگه اصلا امکان عملی نداشته بشه. و حتی از آقای نتانیاهو وقتی که آمریکایی‌ها میپرسن و میگن امکان این که دو کشور و دو ملت به وجود بیاد، جواب نتانیاهو اینه که تنها اگر هم یک همچی کشوری به وجود بیاد میشه وسیله جمهوری اسلامی و این برای ما خطره. پس میبینید که بهای سیاست جمهوری اسلامی رو در اصل ملت فلسطین. از اون طرف آقای خامنه ای برای این که میدونید که نیاز داره به دشمن، دشمن اسرائیل، دشمن آمریکاست، و برای توجیه خودش و برای بسیج نیروهایی که بهش نزدیک هستن، نیاز داره که با اسرائیل برخورد داشته باشه. و اگر اسرائیلی وجود نداشته باشه به عنوان برخورد کننده، و اگر اسرائیلی وجود داشت که مثلا حقوق فلسطینی ها رو میپذیرفت، آقای خامنه‌ای در اصل خل سلاح میشد. ولی از یه طرف نتانیاهو نیاز داره به وجود آقای خامنه‌ای، و از یه طرف خامنه‌ای نیاز داره به وجود آقای نتانیاهو. یک دو رژیم هم هستن، هر دوشون هم الان زبانشون مذهبیه، جمهوری اسلامی از اسمش معلومه، اسرائیل خودش رو دولت قوم یهود، دین یهود میدونه، و برای انسانهای دیگه حقوقی قائل نیست، چنان که در حمله‌ای که به غزه کردن و امروزها به جنوب لبنان میکنن میبینیم که یک فاجعه انسانیست. از طرف دیگه در این وسط ما مواجه میشیم با سقوط اخلاقی غرب، خصوصا امریکا، آلمان و انگلستان، که به کمک اسرائیل میان بهش اسلحه میدن، از یه طرف میگن که باید آتش بس صورت بگیره، از طرف دیگه هر روز براش بمب‌های 1000 پوندی و تانک و کمک‌های دیگه و میلیاردها در اختیارش قرار میدن. پس ملت فلسطین در اصل قربانی اصلی سیاست‌های اسرائیل و همچنین قربانی جانبی سیاست‌های جمهوری اسلامی است. و این دعوای هم که بین اسرائیل و جمهوری اسلامی وجود داره و به برخورد نظامی هم می‌انجامد، این دعوا در حدیه که برای اسرائیل یک جمهوری اسلامی ضعیفی وجود داشته باشه، و برای ای جمهوری اسلامی هم مهمه که یک آقای نتانیاهو به قدرت باقی بمونه. به خاطر این جمهوری اسلامی در تمامی انتخابات اسرائیل کارت حزب دست راستی ها و راست افراطی رو انتخاب کرده، برای که هر وقت که امکانش بود که به اصطلاح حزب کارگر که اون موقع سیاست دیگه ای داشت به روی کار بیاد، دست به حملات تروریستی میزد، کمک میکرد به حملات تروریستی که افکار عمومی اسرائیل رو ببره به سمت سوی راست افراطی. و الان متاسفانه خاورمیانه درگیر این برخورد بین این دوتاست. البته با این تفاوت، ببینید وقتی که برخورد ناحق هاست، یعنی جمهوری اسلامی و اسرائیل، اون ناحقی که قدرت بیشتری داره برنده ماجراست. قدرت بیشتر رو اسرائیل داره،
از نظر نظامی، از نظر اطلاعاتی، از نظر کمک آمریکا و غرب ایران اینها رو نداره و اقتصادی که داره و اینکه مردمشو به هر علتی پشت سر خودش داره. ولی جمهوری اسلامی نه مردم پشت سر خودش داره، نه کمک حتی چین و روسیه رو داره، نه اقتصادی داره، نه چیزی. و این برخورد فقط نتیجه‌ای که میتونه بکنه به دهت تضعیف بیشتر جمهوری اسلامی. اما در برخوردی که بین اسرائیل و فلسطین هست، ما با برخورد حق و ناحق رابطه داریم. حقی که فلسطینه، حق خاک دارن، حق ملت بودن دارن، و ناحقی که سیاست‌های اسرائیل هستش. و در این جنگ بین حق و ناحق، حتی اگر ناحق توانایی نظامی بسیاری داشته باشه، در دراز مدت شکست میکنه. از اینجاست که یک سال بسیج، یک سال خرابی، یک سال کشتار نتونسته حتی مسئله غزه رو حل بکنه و الان هم در لبنان گیر جریان افتاده. این دو استراتژی، استراتژی مرگبار بوده، استراتژی تخریب خاورمیانه بوده، استراتژی بوده که نیروهای دموکرات کشورهای مسلمان نشین رو از بین برده عملا. و الان میبینیم که در کشور خودمون بخشی طرف آقای خامنه‌ای، بخشی کوچکتر، بسیار کوچکتر طرف اسرائیل و دست زدن برای آقای نتانیاهو هستن. اون چه که به نیروهای دموکرات مربوط میشه، به نیروهای عدالت‌خواه مربوط میشه، این استش که جلوی ناحق‌ها بیستن، جلوی سیاست‌های اسرائیل بیستن، جلوی سیاست‌های جنگ طلبانه نتانیاهو بیستن، با آقای خامنه‌ای نبگویند. و این مسئله اساسی است که امیدوارم که نیروهای سیاسی ایران درک عمیق از این موضوع داشته باشند، برای که این جریانات میتونه وضعیت کشور رو به مراحل خطرناک بیشتری عود بده، چنان که اسرائیل اگر ایرانی نباشه براش بسیار راحت تره تا اینکه یک ایران دموکراتیک، آزاد، مستقل و رشد پذیر وجود داشته باشه. این رو مطمئن باشید، اسرائیل همچین چیزی نمیخواد در ایران وجود داشته باشه، بلکه تجزیه ایران، تضعیف ایران، اگر ممکنه تجزیه ایران. و ما به عنوان یک ملت باید سر بلند کنیم و به این سیاست ها نبگوییم و پروژه دموکراسی در کشورمون رو پیش ببریم.